به نام خداوندی بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز هم ادامه همان ویژه برنامه های مخصوص است که تا امروز 7 قسمت آن را تقدیم نمودیم و امروز قسمت 8 آن زیر عنوان پایان توری یوراسیای رئیس مقسوم و جیمی ایدی حسین بخش 8. طبق وعده ما تحقیقات خود را درباره دزدان و پارخاران دولتی که همگی از افراد نزدیک پیشوا و اعضای آیله وی هستند، آیا افراد هستند که سرپرستیشان را یکی از نزدیکان و یا اعضای آیله بر عهده دارد ادامه می دهیم. این چونین در این برنامه درباره تاثیر 7 ویژه برنامه نشر نموده امان هم خواهیم گفت. پس از نشر آنها قهرمان های دائمی اصلاح و این برنامه ها گله ها نمودند که آخر این خل نبود، چرا دیگر خل شرح دادید را هم مردانه برایتان خواهیم گفت. اگر چند برنامه یکم طولانی است، اما با دقت آن را ببینید تا اینکه بسیار از ناروشنی ها و نافهمایی ها برایتان فهماتر شود. اکنون می گذاریم به اصل ویژه برنامه امروزمان. شما یک مراتبه نسبت جنایت هایی که قهرمانان ویژه برنامه های ما صادر نمودند، اگر این جنایت ها را در کشورهای پیشرفت نموده عالم از طرف شهروندانشان صادر می شد، چی گونه جزاها را به آنها می براوردند و به کدام سالها آنها را محکوم به زندان می کردند، خودتان خلاصه براری نمایید. مثلا یک فیلم امریکایی با نام لژت ولیکی اوژاسنی سال براریش 2017 را تماشا کنید بیننده گرامی. این از روی فعالیت کاری و زندگی یک بانکدار امریکایی روی نوار آمده است. از واقعه های واقعی یا چنانه که میگویند داروسی ریال نیسابیتیا و نوار گرفته شده است. البته پس از نگاه کردن این فیلم آدم به خلاصه می آید که فرق ندارد شما چقدر پول دارید یا اینکه چقدر شناس و همشهری و پشتیبان دارید، رفیق و همنشین پرزیدنت ها هستید، حتما باید در نزد قانون جواب گویید. این همه را می خواهیم برای آن بگوییم که چشم شما هم وطن گرامی باز شود و خودتان خلاصه خود را برآرید. نگویید که ما اغوا می اندازیم و تنقید می کنیم. Мошенничество с ценными бумагами. Виновен или невиновен? Виновен. Как вы ответите на пункт второй? Мошенничество в сфере консультаций по инвестициям. Виновен или невиновен? Виновен. Поскольку мистер Мейдов признал вину, речь больше не идет о презумпции невиновности. Учитывая его возраст, у обвиняемого есть мотив бежать, а также возможность. И по этой причине обвиняемый останется под стражей. Ваша честь, убедительно прошу вас задержаться, чтобы мы могли... Ваша просьба отклоняется. Мистер Мейдов, жду вас на вынесении приговора. Заседание закрыто. البته حجم و داراگی های یکی از بانک های کوچک امریکایی را با تاجیک صادرات بانک مقایسه کردن اشتباهی فاحش و بزرگ است. اما جنایت آخر بیننده گرامی هر دو یک خل است. قانون های جنایی و گرژدنی هم قریب یک خل انشا و به تصویب رسانیده شدند. تنها جزاها و اجرایش قانون ها تماما ناانصافانه می باشند. مثلا نگاه کنید پیروف تاجدین با خوشک و قربان رحمتوی بعد از این قدر جنایت‌های وخیم و بزرگ کیف و صفا کرده گشته ایستادند، لیکن برنارد میداف که برای بانکرات نمودن بانک 150 سالی محکوم به زندان شد، برنارد میداف سال 2021 در سن 82 سالگی در زندان ایالات متحده آمریکا درگذشت. یکی از فرزندانش با تحقیر و تنقید مردم تاب آوردن نتوانسته، خود را در یکی از خانه‌های قیمت‌ترین آمریکا به دار آویخت. البته خودکشی گناه است، لیکن وجدانش دیگر نگذاشت که با مشتری های بانک پدرش روبرو شود. این وجدان یک شخص غیر مسلمان و ممکن است حتی پیروی هیچ دین و آیین هم نبود. اکنون یک دقیقه و فرزندان قهرمانان ویژه برنامه های ما کاملا برعکس آن می باشند و باز خود را مسلمان و حتی حاجی و دیندار هم می گویند و می پندارند. البته پسر خوشک و قربان رحمتوی که حالا در فرانسه زندگانی میکند و یک چند سال پیشتر دو آدم را با ماشین زده کشته بود، درست هم میگوید حل پرابلمه لوبای جنایت ها در تاجیکستان همگی 5 دقیقه وقت را میگیرد و خلاص. منظور از این سخن را
و فکرم هر تاجیک و تاجیکستانی خوب فهمید. این از خلاصه پسر خوشک و قربان رحمتوی و زیر چرخ ماشین ماندنی دو جوان تاجیک و با اعتراف خودش در 5 منوت حلش کردن یا آرامانه آزادانه زیر هیچ پیگرد نیست او و نمیتواند هم باشد. در لیست سیاه هم نیست، آزادانه خورده، استراحت کرده، گشته ایستاده است. چرا؟ چون که پدرش جنایت آدمکشیش را حل کرده است. اما اگر او پسر شهروند عادی می بود و آن حادثه نشست نیست لوچی هم می بود، حتما به جزای سنگینی همه قسم های کادکس جنایی محکوم و سرش تطبیق می گشت. البته ما هر روزها کارهایی که واقعا هم تصادفی می شود می بینیم در کشور که تمام آنها شهروندان عادی جواب می گویند در نزد قانون پاپولنی پروگراما گفتی چنانه که می گویند پاپولنی پروگراما کتتش می کنند. ولی وقتی پسران این مقامداران آدم می کشند و جنایت های سنگین می کنند آنها را از جوابگری آزاد می کنند و حتی سودیه ها مبلغ هایی که باید جریمه شده اند و این جنایتکاران سپارند خودشان می سپارند تا مبادا که اینها از آن سودیه ها یعنی زیق و خفنه باشند. خوب این از قانون و قانونمندی در تاجیکستان که امام علی رحمانوف آن را گویا که ساخته استاده است و ساخته است و جنت روی دنیا چون این قانون ها دارد. اما در اروپا باشد کوچکترین قانون ویران کنی یک دردی سری بزرگ است. اینجا با 2 کیلو سیب و چکری تگی سنگی و با وعده های دروغین طلایی کار حل نمی شود. در اروپا وقتی قاعده راه را ویران کنی و آن تکرار شود جزایت سنگین تر و به یگان تردید شهادت نامه رانندگیت را می گیرند و دوباره درس می خونی و امتحان می سپاری و باز زیر نظارت برایت شهادت نامه رانندگی می دهند و نظارت شدید از پشت تو می کنند و اگر همان جنایت و همان قاعده ویران کنی که سابق انجام داده بودی اگر باز هم تکرار کردی پس از این تو را 1 هشدار و 2 هشدار و در هشدار دیگر کاملا میگیرند شهادت نامه رانندگیت را و تو باید از 2 تا 2.5 سال حق رانندگی دیگر نداری و پس از آن باز میتوانی داخلی افتشکاله یا آن مکتب هایی که برای آموزش رانندگی از داخل شده و دوباره و سه باره و 4 باره شهادت نامه رانندگیت را بگیری. اما در تاجیکستان مگر چنین است؟ دولتی که پیشوا در دوام 30 سال گویا جانش را در خطر گذاشته شب و روز مهنت کرده است با 2 جمله بچه خوشکوف بهای حقیقی و حقوقیش را داده است. دولتی که قانونهای قبول نمودهش به همه یک خیل تطبیق نمی گردد و آن را هر روزها ما و شما شاهدیم و در آن فرق میان قشر حاکم و پولدار و اشراف زاده و شهروند عادی بر علا دیده می شود. این دولت نبوده و قانون ولایت ندارد. واقعا در دولت ما ولایت قانون اصلا وجود ندارد. قانون این سخن پیشوا، قانون این سخن دختر پیشوا، قانون این سخن پسر پیشوا و عمل کردی اینها، قانون این دامادهای پیشوا، قانون این جیانهای پیشوا و خدا و اندهی او می باشند. نه آن قانونی که دپوتات ها یا نمایندگانی ملت آن را به تصویب رسانیدند، در حالی که آن نماینده ها هم نمایندگان خود رحمانوف هستند. قانون را آنچنان که می خواهد درست نمودند ولی باز هم آن قانون را اطاعت نمی کنند. چه خیلی در عرفیت می گویند آب از بالا لای است. در خاطر آرید دعوت های رحمانوف را آیدی خریدن سهمیه های گیسی راغون 1 در آخرهای سال 2009 و اولهای سال 2010 و بهانه نشان دادن حسی وطن دوستی پاتریوتیزم و بهانه در سالهای نزدیک خلاص شدن خلق تاجیکستان از بحران بیبرخی با یک حیله و نیرنگ با یک شیطانگری و دروغگویی با یک فشار آوری و سر صاحبکاران با وعده های دیویدند ها را با این صفانه تقسیم نمودن. خب با گذشت 10 سال از مرکه فروش سهمیه ها مردم به این برگه ها چگونه می نگرند و انتظاریشون چیست؟ سلام شهلا، ساکنان آنهایی که سهمیه ها را خریده بودند و ما با آنها هم صحبت شده می گویند با دیویدند و یا بهره سهمیه های راغان چندان امید ندارند. اما تاکیدشان این است که همان پول هایی که برای ساختمان این نیروگاه در زمانش داده بودند در ساختمان صرف شود و هر چیز زودتر کشور با برق تامین گردد.
برای مثال یکی از همصحبتان ما گفت اگر یک سامانه از پلهای براغان روان کردش از سوی مسئولان دزدی شده باشد هیچگاه نمی بخشد. زیاده از 200 میلیون دلار پول نقدی مردم را جمع نموده با آریان بانک خسرو بچش حسن سعدالایف گذاشت و این پلها کبیر و شرالی با مرتضی خلوف جمشید به امریکا رفته با پیش پرداختی 100% دو هواپیمای بوئینگ 737-900R خریده آمدند که امریکایی ها از این خرید و پرداخت پول این نو کیسه ها حیران مانده بودند، چون که در 10 ساله های اخیر شرکت بوئینگ با پیش پرداخت 100% هواپیماهای خود را نفروخته بودند. در تمام دنیا خرید هواپیماها با راه لیزینگی براه مانده شده است و حتی عربستان سعودی یا امارات متحده عرب هم اولا 10-15% پیش پرداخت و باقی مانده را در دوام 15-20 سال آهسته آهسته پرداخت می نمایند. با این قدر بایگری این کشورهای غنی و ثروتمند یگان هواپیما را با پول نقد 100% پیش پرداخت نکردند و از این کار خودداری نمودند. اما این آیله به سواد و خوب دیگر نمیدونیم که اینها را با کدام نام بگوییم 100% پولی با اینها را پرداخت میکنند. باز آن پولی خودشان باشد که بلا با پسش، ولی پولی من و تو، پولی انا همون دیویدند ها، پولی انا همون سهمیه هایی که مردم نانی خوردن نداشت و برای ساختمان راغون داد و آن را حسن خرید و باز در حالتهای وزمین و دشواری که ملت گرفتارش بود. سالهای کووید 19 مردم را تا 1000-1500 دلار از آنها گرفته آنها را به روسیه برد و از روسیه به تاجیکستان آورد. این از خدمتی این آیله و خسرو بچه و نزدیکان رحمانوف به این ملت و مردم. این جای پوشیده نیست، این تهمت نیست، این دروغ نیست، این را تمام ملت و مردم می داند. اینجا باز همان عالم جوان داتسنت کبیروف شرالی شاه با سخیمه اتکتی 20% با کیسه خود مسئله را حل نموده بود و اکی حسن عربکش را لاخ کرده بود. حسن آن وقت همچون پسجیر با سمالیات همگی 3-4 مراتبه نشسته بود و با خریدن سمالیات عقلش راست نمی گرفت و بیچاره تصورش را هم نداشت. بعد از کم معلومات پیدا نمودند با این و آن با عقلها صحبت کردند، مؤسسه شرکت سامان ایر فهمید که با این قدر مبلغ ها 5-6 هواپیمای لیزینگی هم خریدن امکان و ممکن بوده است. بعد از این طرز خرید حسن سعدالایف با این شکل لیزینگی 6 هواپیمای دیگر خریده و یک جزیره آفشاری با نام اروبا سمالیات ها را به قید گذاشت. البته بینندگان گرامی، اروبا یکی از جزیره های است تابع دولت هلند یا گلندیا و خیلی جزیره خرد است. پایتختش آرانستاد و اهالی این جزیره همگی 113,000 اهالی است. این است آن مبلغ هایی که ما و شما همچون وطن دوست سهمیه های راغون را خریداری نموده مدت 12-13 سال تا امروز به برخ عمر به سر میبریم. اما وعده پیشوا نسبت دیویدند ها را انتظاریم. اساسا مقصد پیشوا با ما معلوم گشت که او با یک دلسوزی پول های مردم را از صندوق هایشان جمع کرده با صندوق آیله گذاشت تا مبادا خانه های ما را دوست نزند. رفتارش مثل پدروار بود. بله، همین طور است بیننده گرامی. پیشوا هر 1-3-4 سال با قصه های وطن دوستی و ننگ و ناموس داشتن ملت ایدهای کدو و خربوزه و تربوزش صندوق های مردم را خالی کرده می ایستد. البته این به آن خاطر است که مبادا مردم باعث شده مست نشوند. آفرین به این سیاستی پیش گرفته پیشوا. و خوب می دانید که ملت بی برق است. ملت در زمستان مصیبت می کشد و نمی داند که چی گونه زندگانی نماید و شرم ناکرده رحمان و فکر می گفت بی برقی افسانه می شود. در دستش در یک مجلس آب را گرفت و گفت بی گاز می شود، بی فلان چیز می شود، بی سویت می شود، ولی بی آب نمی شود. می گفته باشد آن آبی که ما و شما استعمال می نماییم آن را پدر رحمانوف، رحمانی چخر یا اینکه مریم گرسوخته برای این ملت کنده باشد و آورده باشد. با خودی اقرار بخشی آب یا متصدیان بخشی آب اعتراف میکنند که بیش از 60% اهالی کشور از آب نوشاکی تنخیصی میکشند و این دلالت از چی میکند؟ همان آبی که در تالار هم نشان داده بود رحمانوف ملت و مردم از همان آبی خدا داده که 60% آبی آشامیدنی یا پریسیوای وده آبی تازه از تاجیکستان به دیگر کشورهای پسا شوروی و منطقه میرود، اما ملت از آن هم محروم است. پس اینجا کی گناهگار است؟ آیا مخالفین یا آیا حکومتی نمیدونم کارناشایم رحمانوف؟
بیننده گرامی، عجایبات کار در این است که معلم مکتب میانه و یا اینکه کارمندان جماعت ها 500-600 سومونی معاش میگیرند، معلومات عالی هم دارند، باز آخران پولهایشان را به خاطر هدایات و دستور و پیشنهاداتی سودمندی پیش و داخلی نخونک دریغ نمیدارند، باز میانی مردم کمبغل و نادار کشور تشویقات و ترغیبات میبرد که پولهایتان را سپارید، ندارید از بچه هایتان طلب کنید تا که از روسیه برایتان پول بفرستند تا این پیشنهاداتی پیشوای لعنت کرده الله را عملی نمایید. پیشنهادش چی است؟ شما باید بسازید، انجام دهید تا من پول بیوجت را با کیسه عزیزمایی گزید خانک و فرزندان یعجوج و معجوج هم گذارم و شما باید از پول خودتان سازید. بعدی پنج بار حالت حساب بکرد 10 میلیون کم آمد. چی هست اینجا؟ روی راست کروپسی پارگیری است. روی راست یکان چی دیگر نیست. این معلم و رئیس جماعت بیچاره و این مردم نادار بیچاره خودش باشد با گدایی دختر شوهر میدهد یا پسر زن میدهد، باور کنید حیران میمونیم. به نام خدا غلامی و غلامداری از این زیاد نمیشود. این مردم را اینقدر به یک پاده رمم و بدل گردانیده است. اکتیار کلان در تاجیکستان ما خود پیشوا است. او باید حتما عنوان آرتیست شایسته یا خدمت نشان داده هم بگیرد در برابر این عنوان های برخود برچسب زده. از موضوع اساسی همان کمی دور شدیم، ولی می دانم بینندگان گرامی باورم کنید اینها دردهای می باشند که هر روز به ما مردم زنگ می زنند و می نالند. اگر ما نگوییم این سخنان را از هیچ کجای نمی شنوید. اینها دردهای می باشند که جامعه امروز ما مال و مالی این درد و رنج هاست. بینندگان گرامی به شبکه اصلاح آبونه شوید و در گذاشتنی لایک های خود برای بالا رفتنی عدد بینندگان و توصیه یا رکمندسیه یوتیوب همیشه کوشش کنید که کارمندان اصلاح و شبکه اصلاح را همراهی نمایید تا اینکه تمام ملت و مردم آن جنایت های این آیله رحمانوف را بیشتر ببینند و آگاهی داشته باشند. در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکن. بله، در مجلس های پس پردگی قهرمانان برنامه های ما چی می گذرد؟ پیروف تاجدین در یک جلسه اشان اظهار ناراضگی نموده، از طرف خوشکوف قربان رحمتویچ گفته است یکی از خطاگی بزرگ ما در آن بود که بعضی شخصانی با مواد مخدر کار برداشته را ما همچون پارتنر و هم شریک به بان گرفتیم. برکه کار هم پرید و زیر تنقید و سرکوبی اصلاح و مقامات ها هم شدیم. این هم باشد با توصیه تو بود. بله بیننده گرامی، این را میگویند اعتراف تلخ و بدتر از گناه. باز در ادامه تاجدین پیروف چنین گفته است در آن مجلس خصوصی: قربان خوشکوف عجایب خاراکتر دارد، حاضر راضی است برای اقامه دائمی یا شهروندی یگان دولت اروپا را گرفتن، راضی است مسجد را مانده با گوش خود حلقه آویخته و تنه خود تاتو یعنی تاتویروفکا هم بزند تا اینکه به مقصد خود برسد. حاضر شهروندی روسیه را یک اروبکش تاجیک هم دارد. خب دیگر، لیکن خود پیروف تاجدین خیلی از دنیا با امید شکراب و قروتاب خوریش خفا مانده است. خوشکوف قربان رحمتویچ باشد 10 میلیون پولها را و هر یک سخمه های شبهناک همراهی با صاحبکاران ایرانی از تاجیک صادرات بانک بیرون کشیده، شرایط و زیست و زندگی فرزندان و بیزنس های خود را بر وقت رو برا و تنظیم کرده است. با گفته خود خوشکوف قربان رحمتویچ، زپسنای ایرادرومی خوب تشکیل نموده است. از اول فعالیت یک جایشان دائما رئیس پیروف تاجدین بود، ولی خوشکوف قربان رحمتویچ مثل مار تگی آستین مورید و پایک میجوست و دائما در فکر مستقل شدن یا اینکه رئیس شدن بود. البته فکر میکنیم وقتش هم قریب رسیده است که پیروف تاجدین اکنون خوشکوف قربان رحمتویچ را رئیس گفته در بیرون انتظار بیستد. از روی معلومات های ما و نقل های نزدیکان خوشکوف قربان، این روزهای بزرگ خیلی و خیلی نزدیک شدند. البته این را تاجدین پیروف خودش هم احساس نه بلکه با چشمان سرش دیده استاده است. حالا خوشکوف قربان بیزنسی ارماتورا و سیمنتی سفید را با ایران شروع کرده است و یک چند مراتبه وارد ساخته است و تاجیکستان. از روی معلومات های گرفته ما، شریک بیزنسیش از ایران یک خانم بوده، شناسایی آنها در یکی از خوب صیغه خانه های تهران شروع شده بوده است. آن زن به قول خودمان دایه یا چای صدبرگی آن درگاه بوده است و در سالهای دراز همکاری سودمندی متقابله داخل ناخونک با خوشکوف قربان مناسبت های تنگ و تنگ دوستانه پیدا کرده است. حالا باشد اون زن که نام و نسب و نسخه شناسنامه اش را ما از منابع معتمدی به هر دویمان یعنی هم قربان خوشکوف و اصلاح دسترس نمودیم و خوشکوف بیزنس را خوب و رو به راه نموده،
در حال انکشافیابی است. از روی معلومات های بدست ما رسیده، خوشک و قربان از لندن با همسرش رئیس مخصوم اونن، نام اصلیش القاسبی، که آنها در مورد شناس نمودن دوستان اروپایی همین طور یک نام حاضر زمان با مسیحیت همدیگر با او ماندن، واقعا نام زیبا در حقیقت ینگمولا رئیس هم هستند. بعد از مقاله ها با نوارهای گلیوودی اصلاح، دیگر بشاره خوشک و خورمان رحمتویش از حقوق تنها سیر و گشت کردن پر را محروم گشته است و دائما باید یک جایه با رئیس مخصوم اونا سفر کند و در گفت و شنید ها نیز یک جایه باید پدروچکا باشند. خوب در مورد رئیسه همسری گرباچوف رو همتون در یاد دارید که او هم نامش رئیسه بود. میخائیل سرگیویچ گرباچوف اصلا تنها نمیگشت و هر کجا که میرفت با رئیسه میرفت و این یک تشبیه خیلی جالب و عجیبی هم هست. خوشکوف قربان خودش ملا است. البته اگر روایت پیدا کرده باشد برای این همراهی پربرکتشان. در این سفر یا تور اروپایی خوشکوف قربان و رئیس مخصوم اونا با فرانسه تشریف آوردند. یک دو روز نزد پسرشون بودند. چرا با ما تماس نگرفتند که یک مهمانداری خوبشون میکردیم و یک اینترویو هم میگرفتیم و این همه را شرح میدادند و واقعا این قهرمانان اصلاح نباید همین خل آمده به ثمر برگردند. سپس جنابان از فرانسه به آلمان رفته از احوال پر نیکی گلها خبر گرفتند. در اینجا کاری مهمی پیش آمد که باید به گلندیا یا هلند رفته بعضی تخمه های گل را فوری باید با خود به تاجیکستان ببرند. البته همین طور هم نمودند. حالا باشد از روی نقشه رئیس مخصوم اونا باید به ترکیه پرواز کنند و سپس به تاجیکستان برگردند. البته اگر نقشه های رئیس مخصوم اونا تغییر نیابد، چون که در تاجیکستان گرمای شدید حکم فرماست و طبق معلومات آخر رسیده به اصلاح، وزیر داخلی کشور رمضان رحیم زاده و یک قطار مقامات وزارت داخله دو هفته پیش در ترکیه بودند و وزیر برگشت و همراهان وزیر در ترکیه بودند تا دیروز. خوب البته در مورد سفر رمضان رحیم زاده به ترکیه معلومات ها در مطالب و برنامه های دیگری ما هم دیده بودید که سفر رمضان رحیم زاده برای بازداشت داماد ظریف بیک یا محمد ظریف شریف زاده رئیس تیلای تاجیک بود که فهمیدید که مقصد از آن 4 میلیون دلاری که این دامادشان از این آیله دزدیده است آن را باید برگردانند. با این خاطر به ترکیه با اوپر گروپ هایش سفر نموده بود، اما هیچ نتیجه انجام نشد و رمضان رحیم زاده با قچه برگشت و اوپر هایش در ترکیه باقی مانده بودند. البته باید این رو نیز بیننده گرامی بگوییم که جناب سفیر کبیر کشور اشرف گلوف آغاز هفته به دوشنبه برگشته است. مثل پیشوا پس از آنچه جمالدین نورعلیف گذشت سخت نگران بوده است. مثل مجلس آیلوی زیر تدابیر شدید امنیتی قرار بوده است و دایر کرد. همین طور تورنه خوشک و قربان با همسرش رئیس مخصوم اونا دوام دارد. در حقیقت شایسته تحسین و آفرین هم هست که با تمام دولت‌های اروپایی کار و تجارت دارد. وقتی خرج از کیسه بیچاره مشتریان سرگردان بانک نمی بود، آن را فخر ملت هم می گفتیم، خطا نمی کردیم. اما افسوس که مصارف این سفرها پل‌های مردمی سرسان و سرگردان مشتریان تاجیک صادرات بانک است. از ویژه برنامه‌های گذشته دولت علی سعیدوف خفگی نموده است که پری که من سیاه بود در ویدیو چرا زرد آمده است. ممکن است با پری که جمالدین نورعلیف ایواز شده باشد. با نزدیکی در یک مقاله رادیو آزادی حسابات آخران کمپانی ایتالیایی نشر گردید که در آن علکه قیمت تندر از 3.9 میلیارد دلار به 8.2 میلیارد رسیده است. آن این را دزدی عصر نام گذاریم هم می شود. نقشه همه این مخیناتسیه های پلکارکونی را ما از دولت علی سعیدوف و جمالدین نورعلیف کشیده بودند. نمیدونیم این حساب و کتاب های در عقل جایی نمی گرفته از حسابی نادانی بی سوادی باشد یا اینکه نفسی کلان داشتنی اعضایان آیله. البته معلومات های جدید در مورد جمالدین نورعلیف و در مورد تصرفاتش در بعضی از پول های افشاری یا بانک های افشاری که جمالدین نورعلیف با سخمه افیار خودش آنها را از کشور خارج کرده بود معلومات های جدی رسیده است. انشاءالله ما روی آن معلومات ها کار داریم و در مورد دقیق شدن و معلومات دقیق نمودن منبعه های ما حتما آنها را نیز بینندگان گرامی تقدیم نماییم، چون که جمالدین نورعلیف پس از فرار نمودنش از کشور مثل آن پول هایی که خودش آنها را پرواد کرده بود و در بانک های خارجی افشاری گذاشته بود کاملا بر آنها تسلط پیدا کرده است و آیله از آنها مثل که محروم شده. باز باید قید می نماییم که ناممکن است که شرکت با قیمت 3.9 میلیارد دلار غالب تندر شود و در وقت ساختمان نرخ 2-3 مراتبه بالا
آورد. این مبلغ 2 ساله بیوجهت تاجیکستان است. در مورد راغون البته بینندگان گرامی خوب میدونید که یک مسئله را وقتی که اینها تندر میمونند و میبرند و اونو معین میکنند مشخص میکنند، ولی در رفتی ساختمان اون را 2-3 مراتبه بالا میکنند. برای چی؟ برای اینکه با کیسه های خودشان پول کار کنند. اینجا از یعنی مبلغ مردم دزدیده می شود و تاراج می گردد. این را می گویند دزدانی عصر. 1 میلیون کروپسیه در دست می زنین 100 میلیون در خیانت بکنین، میلیارد در خیانت بکنین، میلیارد، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد سامانه خراجات شده است یک ابیگ در. من حساب دادم که هر سال بگم مبلغ جواب گفتن در میلیارد دو خراجات کردیم، میلیارد، 1 میلیارد دلار ساعتی نقلات خراجات کردیسی. این مبلغی دولت است، مبلغی وزیر نیست. سوال به میان می آید بینندگان گرامی که کجایند آن وکیلان بنام مردمی، کنی آن بنام حزب های سیاسی و وکیلان به گفت خودشان اپوزیسیونی، در آخر کنی آن بنام سروزیر. مقام و نفوذ و سروزیری در تاجیکستان کمتر از وزیر و رئیسان ولایت و رئیسان کمیته ها شده است. این وظیفه را باید بر هم داد. اصلا یگان ریچگ حاکمیت در دست سروزیر نیست، غیر از حمایه بیزنس های دامادها و خش و تباران خود. در ویژه برنامه های گذشته یک گروه آدمان را ما با خواهش خودشان نام و نسب و مبلغ های سپردهشان به تاجیک صادرات بانک را نشر کرده بودیم. باور کنید به سر 3-4 نفر آنها فوری کارمندان حفظ حقوق آمده زیر پرسش و فشار بیانات ها گرفتند که شما برای چی با اسلام راجعت نمودید؟ مگر دیگر گزیت و سایت ها در تاجیکستان نبودند؟ از یک طرف خرسند شدیم که به داد این مردم بیچاره مقامات اعتبار داد، لیکن در مورد سوال مشتریان پول هایمان را از کجا و کی میگیریم گفتند بانک مفلس شد. همه از روی شرطنامه با پونکتی فورس ماژور افتیدند. عجایب دولت و دولتداری و قانون های غلطی دارد که جنتی ساخته پیشوا واقعا چنین است. خرسندی آورش بیننده گرامی در آن است که 10 نفر دیگر پس از نشر مقاله ها و نوارهای اصلاح را با اصلاح مراجعت نمودند که نام های آنها را حتما نویسیم و راضی هستند به همه گونه کارمندان حکومتی صحبت کنند. معلوم است که خلق خیلی از جانش سر شده است از این نوع عدالتی های در کشور حکم فرما بوده. اکنون بینندگان گرامی در مورد رئیس تاجیک مطلوبات یک کمی معلومات های به اصلاح رسیدند ایدیف حسین و آنها را تقدیم نمایم. واقعا هم خیلی جالب و عجیبند و تا آخر ببینید تا از این واقعات پنهان برای شما آگاه تر کردید. ایدیف حسین تاجیک مطلوبات را فراموش نکردید. ما در این ویژه برنامه اسمی ایدیف حسین را حقوقی نگرفتن نداریم، البته برای اون که ایدیف حسین بسیار عصبی و روح افتاده شده است و تکرار با تکرار حقارت و دشنام نموده میگفته است که من با کی بدی کردم که ما را وقتهای اخیر در اشتباه می نویسند. مثل دیوانه از همه خوف می برده است و به نزدیکانش گفته است کسی طرف ما چپ نگاه کنه فکر میکنیم آن همین آدم نسبت ما با اصلاح معلومات نوشته فرستاده است، وگرنه اصلاح از کجا میداند؟ از داخل من. بله، اصلاح از داخل شما خیلی چیزها رو میداند و حالا میداند که شما در کدام حالت قرار دارید و حالا خوب میداند که شما در چی وضعیتی و چی کار کرده استاده، چون که با شما خیلی نزدیک هستیم. ایدیف حسین با آدم فروشی و خوش آمد و شیطانگری صاحب 10 میلیون دلار و صاحب وظیفه و 2-3 زن و 4-5 گفتی خودش عروسک شده است و میخواست آرامانه دوره پیری راند. اما افسوس که حیات یک رنگ نمیماند. تو با کدام راه به این مقام رسیدی و این مبلغ ها را جمع کردی و غون داشتی؟ چنانه که میگویند یک روز زین با پشت و یک روز دیگر پشت بزین. ما با تو میگوییم با راه های آدم فروشی حیات آدمان را شکستن، 10 نفران را خون و ویران ساختن، از نام حسن 10 مرده خسر بچه لعنت کرده الله به سر مردم ظلم و ستم نمودن، اموال های مردم را با هر راه های قلابی غصب نمودن، دختران مردم را تجاوز کردن. انا این از یک قسم راهی به مقصد این روز رسیدن تو ایدیف حسین. تو برای رسیدن و نزدیک شدن به حسن 10 مرده نزدیکترین اشخاص خود را فروختی تا به این جاها رسید. اما عمر کوتاه است و همه عمل کردی تو پیش این مردم و الله صبر و حتما جواب خواهی گفت. با کمی از حیاتی ایدیف حسین بینندگان گرامی مطلبی امروزه و برنامه امان را به پایان میرسانه. حالا یک لحظه کوتاهک حیاتی جوانی ایدیف حسین را به یاد میاریم.
جوانی ایریف حسین در ناحیه واسه قشلاق کمونیسم از روی نقل همسینفانش گذشته است. در حقیقت جوانی پیش قشلاق بوده است. در سالهای 1980-83 از همه سر لباسی بزب سپارتیونی کسیومی عدیدست، کراسوفکی عدیدست، در دستش دوی مغنیتفونی ویستنه دسته ده در بالای خری خیلی آرا و تارا داده با نام جیمی در گردن هر یک قطار زنگولچه های زرد در آفتاب جلا می دادند و زنگوله می زدند. با یک فخر و هوا بلندی مثل حاضیره دو طرف خشلاق از سحر تا بگاه مغنیتفون را با آوازی بلند گذاشته می رفته است و می آمده است. حیران شدیم که نامی خر را برای چی جیمی گذاشته بود است ایدی افروسین. همصحبت اصلاح چونی نقل کرد که کینو فیلمی هندی با نام تنسار دیسکو نو برامده بود و در تمام جای سرود جیمی جیمی مود و خونده می شد. مگنیتافونی حسین دائما در دستش در بالای خر با آوازی بلند فقط همین سرود را روز ممکن صدها یا هزارها مراتبه می خونده. خر از یاد گوش کردن این سرود گاهو از بسیار شنیدن این شعر و موسیقی هندی و ذوق آمده یک چند مراتبه گویا خر رقص کرده است. با همین خاطر نام خر را جیمی مانده بوده است. ایدیف حسین از جوانی صاحبکار هم بوده است. با خر خود بعضی جایها ایستاده مگنیتافون را بلند در یگان میدانچه موافق طلب مشتری ها میمانده است مردم تا که رقص و بازی نمایند. سپس موافق مصلحت با او پول یا لیمانت میداده بودند. کسانی که قشلاق کمونیسم پراوده یا توبرک واسه را بیداند می فهمد که آنجا زیادتر جوگی ها زندگی میکنند. البته بیننده تیزهوش فهمید که ما چگونه او را، یعنی که شخصی که او را میشناخته است و او را میدانستند، چگونه زندگی داشت این ایدیف حسین و امروز چی؟ اما امروز از آن روزهای گذشتهش را با امروزش یک بار قیاس میکرده باشد ایدیف حسین. خری جیمیش را با جیب های گران ارزش عوض کرده است. اگر این پول ها با راه حلال به دست می آورد هیچ کسی اعتراضی نداشت، اما این پول ها از بودجه کشور و خون جگر این مردم مظلوم کشور، یعنی پول من و توست ای ملت و مردمی عزیز کشور. حسین ایدیف با گفته مردم قشلاق از خردسالی خونی سوداگری داشته است. البته پولهای کلان طلبشان هم کلان است، شرطهایشان هم دشوار است، این چونین جواب گفتنش هم وزمین و دشوارتر. ما حالا از این دنیایش گپ میزنیم و آن دنیایش را میگذاریم به خداوند، چون او احکم الحاکمین است. اما ایدیف حسین مقصد گذاشته بوده است که باید به همین قله ها برسم، فرق ندارد با مردی یا نامردی، و واقعا همین طور هم شد. الله عاقبتش را به خیر گرداند و ایدیف حسین شاید حیات و آخرهای روزهای زندگی دوست و برادرش و هم مسلکش آید جنایت های ودود و مدیار درس شود و کمی شبها فکر هم کند و به خود آید. طبق معلومات آخر به اصلاح رسیده، حسن سعدالله بیاردمچیش سپارش داده بود است که از پشت همین حسین ایدیف نظارت را خوبتر کند. البته ما نتوانستیم فهمیده منظور از نظارت را خوبتر کند با کدام مقصد باشد. خوب بینندگان گرامی، پس از فرار جمالدین نورعلیف دیگر حاضی فیشنگ اساسی همه در دستی حسن اسدالله زاده است و بار دیگر حسن با باوری پیشوا در آمده و کارهای خیلی زیاد و جدی را انجام داده ایستاده است و اینچنین عبرت و بی‌ضررگردانی هم در دستی حسن کرده است. اما ما بینندگان گرامی همین را میدانیم که حسین با حسن از آن سالهایی است که حسن به دوشنبه آمده بود میباشد. خیلی از سیر و اسرار حسنی اسدالله یا حسنی ده مرده را میدونه این ایدیف حسین.
چیزهایی رو میداند که برای حسن یک شرمندگی است. مثلا معلومات از عروسوش، معلومات از پراسیتوت که یکی حسن از اونها یعنی که کودکدار شدگی است، باز رفته دینکا کرده گیم امورد کودک حسن یا یکان کسی دیگر، یعنی پلاجی تیلن بعضی از کودک را دروغ را گویا پلاجی تیلن کرده گیه که کودک حسن هم بسیار چیز را یعنی ایدیف حسین میداند. آنچه ایدیف حسین میداند برای حسن واقعا خوشایند نیست. خلاصه پس از مدیار و دودوف از این کهنه افراد باقی مانده هم حسین ایدیف هست و سه نفر دیگر که اسامی آنها را نیز پر را در ویژه های بعدی خواهیم برایتان گفت. و ممکن است که حسن اسدالله‌زاده یا سعدالایف از این ایدیف حسین هم یعنی آن را دور نماید و یا اینکه بزررش گرداند، چون که برای اینها افرادی که معلومات یا سیر میدانند کاملا لازم نیست. آن افرادی که معلومات بیشتر میدانند حتما باید در حال بزرر گردانده شده و نابود گردند. خوب ایدیف حسین باید خوب یعنی که اسرارش را بروشنی زند. بله بیننده گرامی اصلاح، در ویژه برنامه های آینده انشاءالله از سرگذشت های قهرمان های منفی اصلاح معلومات های جالب و دیدنی تقدیم شما بینندگان گرامی می نماییم. امید است که این برنامه پسند شما گردیده باشد. پایانی ویژه مطلبی هشتم با اصلاح باشد تا بیشتر آگاه گردید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.